بسم الله الرحمن الرحیم. 606 رو با هم دیگه حل کنیم. تابع اف ایکس مساوی جزء سه ایکس رو داده. اف ایکس منهای اف ایکس. درسته. یعنی در حقیقت اف ایکس منهای جزء سه ایکس. این جای چی نشسته؟ ایکس نشسته دیگه درسته. پس این باید بیاد اینجا قرار بگیره. بیاد این داخل قرار بگیره. درسته؟ پس میشه چی؟ جزسه ای ایکس منهای جزسه ایکس. اینجا رو دقت کنید بچه ها. دو جور میشه با این برخورد کرد. یه برخوردمون اینطوری. مگه خاصیت نداریم که ایکس منهای جزسه ای ایکس از یک کوچیکتر از صفر بزرگتر مساوی. پس جز سه چند میشه؟ صفر میشه. پس این میشه. پس جز صحیح ایکس منهای جز صحیح ایکس میشه صفر. درسته؟ قبول. حالا یه جور دیگه برخورد کنید. بچه اینو نگاه کنید. این عدد صحیحه. عدد صحیح تو جمع و تو تفریق از جز صحیح میاد بیرون. پس میشه جز صحیح x منهای جز صحیح x چی میشه؟ صفر. کدوم گزینه میشه؟ گزینه یک. ششصد و هفت دقت کنید. fx مساوی منفی یک به توانه جزسه ای ایکس سینوس پی ایکس. اف ایکس به اضافه یکی خواست. اف ایکس به اضافه یکی. اف ایکس به اضافه یکی بخوایم حساب بکنیم یعنی جای ایکس ایکس به اضافه یک بذاریم. درسته؟ میشه منفی یک به توان جزسه ای ایکس به اضافه یک سینوس پی در ایکس به اضافه یک. درسته؟ این یک عدد صحیح از جز صحیح میاد بیرون. پس میشه منفی یک به توان جز صحیح ایکس به اضافه یک سینوس پی ایکس به اضافه پی. بچه ها سینوس پی به اضافه آلفا چی میشد؟ منفی سینوس آلفا. پس اینجا رو من اینطوری می‌نویسم. اینو می‌نویسم منفی یک به توان جز صحیح x ضرب داره منفی یک به توان یک. میشه اینطوری نوشتی درسته؟ پایه ها با هم برابر توان ها جمع میشدن این میشه درسته؟ این یکی رو می‌نویسم چی؟ منفی سینوس پی x. درسته؟ این منفی یک با این منفی چی میشه؟ مثبت میشه. چی میمونه؟ چه منفی یک به توان جز صحیح x سینوس پی x. این همون خود اف ایکسه یا نه؟ پس برابر اف ایکس میشه. کدوم گزینه میشه؟ گزینه یک. درسته؟ 608 دقت بکنیم میشه. این تیکه رو نگاه کنید. در مورد این تیکه چی داریم؟ چی منفی یک اینو داریم که جزسه x به اضافه جزسه منفی x صفر میشه وقتی x صحیح باشه. منفی یک میشه وقتی x صحیح نباشه. پس من این معادله رو دو حالت میگیرم. فعلا حالتی که x صحیح باشه شروع میکنم. x عضو z باشه. درسته؟ پس معادله همون چی میشه؟ دو تا ایکس دو به علاوه سه ایکس مساوی صفر. از ایکسش فاکتور بگیرم. دو ایکس به علاوه سه مساوی صفر. ایکس میشه صفر. ایکس میشه منفی سه دوم. منفی سه دوم به دردم نمیخوره. چرا به دردم نمیخوره؟ با این شرط ما شروع کردیم. درسته؟ پس این قابل قبول نیست. فعلا این قابل قبوله. قبوله؟
درست. یه هم حالتی که x صحیح نباشه. x صحیح نباشه به این معادله میرسیم. دو تا x دو. به اضافه 3x مساوی منفی 1. یه طرف جمع بکنم 2x2 به علاوه 3x به علاوه 1 مساوی 0. منفی 1 تو اینجا صد میکنه، درسته؟ قبول دارید؟ منفی 1 بذاریم میشه 2 منهای 3 به اضافه 1. پس یکی از ریشهش منفی 1، اون یکی ریشهش میشه منفی 1 دوم، درسته؟ x1 ضرب داره x2، x1 ضرب داره x2 میشه 1 دوم، منفی 1 در x2 میشه 1 دوم، x2 میشه منفی 1 دوم، درسته؟ یکی از ریشه منفی 1 قابل قبول. منفی 1 چرا؟ چون صحیح اینجا با شرط صحیح نبودن شروع کردیم، درسته؟ پس این قابل قبول نیست، این قابل قبوله، درسته؟ گفته بود چند جواب دارد؟ دو تا جواب دارد. گزینه چند؟ دو. نو fx مساویه رادیکال دو منهای جسه x2 به اضافه 2x. گفته دامنه اینو پیدا بکن. دامنه اینو بخوایم پیدا بکنیم ببینیم که رادیکال فرج زوج داره. رادیکال فرج زوج کی تعریف شده میشه؟ زیر رادیکال بزرگتر مساوی 0 باشه. پس دوی منهای x2 جسه x2 به اضافه 2x بزرگتر مساوی 0 باشه، درسته؟ حالا پس میشه دو بزرگتر مساوی. بچه جسه یه عبارت کوچکتر مساوی دوه، اون عبارت کجاست؟ بین دو جسه یه عبارتی بین یک و دو. مثلا یه عدد دو و نیم باشه جسه چی میشه؟ دو. دو. پس دو گو. درسته. از سه کچکتره. جسه چه عددی کچکتر مساوی دو میشه؟ اگه بین دو و سه باشه خود دو میشه. اگه بین یک و دو باشه یک میشه. بین صفر و یک باشه صفر میشه. بین منفی یک و صفر باشه منفی یک میشه، درسته؟ همه اینا قابل قبول دی، درسته؟ اما اگه بین سه و چهار باشه قابل قبول نیست. بین چهار و پنج باشه، درسته؟ پس جو صحیح عددی کوچکتر مساوی دو شد، نتیجه میگیریم که این عدد کوچکتر از x2 به اضافه 2x کوچکتر از 3. قبوله؟ قبول؟ حالا این نامعادله رو میخوایم حل کنیم. x2 به اضافه 2x منهای 3 کوچکتر از 0، این میشه x به اضافه 3 در x منهای 1 کوچکتر از 0، درسته آقا؟ قبول؟ جدولش رو راست میکنیم. ریشش منفی 3 و 1 هست، مثبت منفی مثبت. ما میخواییم کوچکتر از 0 باشه، اینجا هم کسه چی میشه؟ منفی 3 تا یک، درسته؟ گزینه دو. قبوله؟ مشکلی که نیست؟ چه؟ بازه منفی سه باز تا یک باز خود منفی سه بذاریم چه اتفاق میفته؟ صفر میشه. منفی سه بذارید اینجا ببین چی میشه. منفی سه به توان دو نو منهای شیش میشه سه، چون سه ی سه میشه سه، دوی منهای سه منفی یک میشه، تعریف نشده میشه، درسته؟ قبوله؟ 610 میه دامنه این تابه
دامنه این تابه اول میخوام پیدا بکنیم، بعد اینکه پیدا کردیم میخوام ببینیم چند تا دسته توش هست، درسته؟ مشکل که نیست. تابه رو نگاه میکنم، اولا کسره، پس مخرج صفر باشه قابل قبول نیست. حالتی که مخرج صفر باشه رو حساب میکنم، جسه یک سی دو منهای یک مساوی صفر، اولین جسه یک سی دو مساوی یک. جسه یه عبارتی یک بشه یک تا دو اونو دبارد، درسته؟ پس نتیجه میگیریم x دو بزرگتر از یکه، کوچکتر از دوه، درسته؟ توان دوم عددی بین یک و دو، اون عدد کجاست به نظرتون؟ یک تا رادیکال دو، دیگه چی؟ منفی یک تا منفی رادیکال دو. قبول دارید؟ یا یکی یکی حل کنیم؟ ها؟ توان دوم یه عبارتی بین یک تا دو باشه، اون عبارت بین یک تا رادیکال دوه، یا اینکه بین منفی رادیکال دو تا منفی یک. قبوله؟ بله. اگر هم که نخواستید تیکه تیکه هم میکن، این یه دونه معادله است، x دو کوچکتر از دو و x دو بزرگتر مساوی یک، این میشه x دو منهای دو کوچکتر از صفر. دو تا ریشه داره، منفی رادیکال دو، رادیکال دو مثبت، منفی مثبت. فعلا این بازه میشه، درسته؟ این میشه این با. اینجا رو می نویسیم x دو منهای یک بزرگتر مساوی صفر، ریشه هاش چی هست؟ منفی یک و یک، مثبت، منفی مثبت. اینجا هم که صفره، درسته؟ این تیکه قابل قبوله. این دوتا رو اشتراک بگیریم، از منفی رادیکال دو تا منفی یک، از یک تا رادیکال، پس این تیکه میشه منفی رادیکال دو تا منفی یک اجتماعش از یک تا رادیکال دو. این قابل قبول نیست، این مخرج اینجا ها صفر میشه، درسته؟ مخرج اینجا ها صفر میشه. بیایم سراغ صورت. صورت رادیکال فرج زوجه، رادیکال فرج زوج زیر رادیکال باید بزرگتر مساوی صفر باشه. چهاره منهای x دو باید بزرگتر مساوی صفر باشه. ریشه های این چی هست؟ منفی دو، دو بزرگتر از ریشه موافق، داخل ریشه مخالف، درسته؟ ما میخوایم بزرگتر مساوی صفر باشه، کجا میشه؟ منفی دو تا دو، درسته؟ دقت کنید، این تیکه حذف باید بشه. الان من رو محور نشون بدم یه دقیقه برای اینکه قشنگ درک بکنید. این محور مختص صفر، یک، دو، سه، منفی یک، منفی دو، منفی. از بازه منفی دو تا دو این تیکه باید حذف بشه، یعنی اینه که غیر. ببینید منفی رادیکال دو اینجاست، درست؟ این قرمز حذف میشه تا رادیکال دو، درست؟ از کجا؟ از این بازه منفی دو تا دو. پس دامنم درست شد؟ فهمید دامنم کجاست؟ اون قرمزه حذف میشه ها. حالا تو این بازه چند تا عدد صحیح هست؟ گفته چند؟ کدوم عدد صحیح ها هست؟ منفی دو، صفر، دو. یک و منفی یک چی شده؟ حذف شده. قبوله؟ مشکلی که نیست. پس جواب تست چی میشه؟ گزینه تو 611. دقت کنید، fx اینه، رادیکال 5 منهای 2x منهای 3 تا جز صحیح x
اینا جز سه یکسه ببشت به توانت گفته دامنه اینو پیدا بکنید درسته؟ باز رادیکال فرج زوجه و رنگ تعریف شده باشه زوجکتر مساوی صفر پس پنج منهای دو تا جز سه ایکس منهای سه تا ایکس دو جز سه ایکس دو بزرگتر مساوی صفر بچه نگاه کنید جز سه ایکس تکرار داره میشه جز سه ایکس یه لحظه تی بگیرم این میشه پنج منهای دو تی منهای سه تی دو بزرگتر مساوی صفر قبوله؟ مشکلی که نیست الله. این نامادره رو میخوایم حل کنم نامادره درجه دوی ریشه شو باید به دست بیارم دیگه درسته؟ بچه نگاه کن یکی از ریشه شو راحت میتونی سریع حدس بزن یکی از ریشه هاش یکه یک دیگه از ریشه هاش منفی پنج سوم دیگه درسته؟ منفی پنج سوم پس ریشه هاش یک منفی پنج سوم بیرون ریشه موافق ضریب درجه دو منفی مثبت درسته؟ قبوله؟ مشکلی که نیست مشکلی که نیست پس تی باید بین منفی پنج سوم تا یک باشه چه چیزی را تی گرفته بودیم؟ جز سه پس جز سه ایکس کوچکتر مساوی یک بزرگتر مساوی منفی پنج سوم درسته؟ مشکلی که نیست اینجا جز سه ایکس کوچکتر مساوی یک باشه ایکس از کجاست؟ کوچکتر از دوه کوچکتر از دوه فعلا این تیکه میگه x کوچکتر از دوه درسته؟ قبول بیایم ببینیم تا کجا میتونیم بیایم پایین تر اگر این تیکه نبود جواب اینجا میشد x کوچکتر از دو همه قابل درسته؟ حالا چون سه بزرگتر از منفی پنج سومه منفی پنج سوم منفی یک باید باشه دیگه نه منفی دو برسه منفی تا منفی یک میتونه پیش بیاد درسته تا منفی یک میتونه پیش بیاد درسته پس ایکس هم بزرگتر مساویه منفی یکه درسته چون منفی پنج سوم که دست صحیح نیست درسته اگه بین منفی یک منفی دو و منفی یک باشه جزئیش میشه منفی دو جزئیش بشه منفی دو تو این شرط صدق نمیکنه درسته پس تا کجا پیش میتونه پیش بره تا منفی یک حالا بازمون پس شد بازه منفی یک تا دو بازه میر حالا چی خواسته؟ آ کدام هست؟ منفی یک گزینه تو ششصد دوازده ببینیم چی هست میگه این رابطه منفی یک با دو سه و دو منفی یک و چهار و آیا این رابطه تابع هست؟ نه چرا؟ منفی یک و دو و منفی یک و چهار هست پس این تابع نیست درسته؟ این الان یه مجموعه هست دیگه درسته؟ یه مجموعه چهار عضویه چند تا زیر مجموعه داره؟ دو به توان چهار شونزده تا درسته؟ داره میپرسه که از این شونزده تا زیر مجموعه چند تاش تابع نیست؟ چند تاش تابع نیست؟ کدوماش تابع نیستند؟ اونایی که این دوتا رو داشته باشن تابع نیستند دیگه درسته؟ بعد که میخوایم یه جوری از اینجا زیر مجموعه انتخاب کنیم که این تابع نشه هر دوتا اینا رو انتخاب میکنیم درسته؟ پس برای اینکه تابع نشه باید این اتفاق بیفته منفی یک و دو منفی یک و چهار این باید باشه درسته؟ قبول؟ حالا در مورد این چی؟
محکم بگو میتونه باشه میتونه چند تا اختیار دارم دوتا در مورد این چی میتونه باشه میتونه نباشه پس این هم دوتا اختیار داره درسته این دوتا اختیار داره این هم دوتا اختیار داره دو ضرب داره دو میشه چهار فهمیدی چطور شد کدوم گزینه میشه گزینه میتونه باشه میتونه نباشه میتونه اینجا بذاری میتونی نذاری دو حالت اینا میتونی بذاری میتونی نذاری دو حالت درسته اما برای کتاب نباشه اینا رو باید بذاری اینا رو مجبور هستی بذاری آخه از خودمون نمیتونیم سه و چهار اینجا هست مگه میخواییم زیر مجموعی از این انتخاب بکنیم درسته؟ قبوله؟ 613 کدام یکی از روابط زیر تابع نیست درسته؟ قدر مطلق ایگرگ منهای دو مساویه 6x منهای 9x دو چون منهای یک قبول حالا اینو میخوایم ببینیم تابع هست یا تابع نیست تابعمون اینطوری بود که اگر x مقدار دادیم برای ایگرگ دو تا مقدار سه تا مقدار چهار تا مقدار به دست بیاد درسته قبوله حالا این عبارت ببینیم چی میشه این عبارت اولا جای مثبت میشه x رو یه عددی بدیم که این مثبت بشه این عبارت رو نگاه کنید 9x دو به علاوه 6x منهای 1 دلتاش میشه چی؟ 36 نه دیگه دلتاش صفر شد درست دلتاش صفر شد یه ریشه داره بعضی جاها مثبت میشه بعضی جاها منفی میشه درسته کجا این الان ریشش چی هست این از یه منفیش فاکتور بگیرم اینطوری دیگه 9x دو منهای 6x به اضافه 1 درسته این میشه منفی 6x منهای 1 به توان 2 این یا صفر یا منفیه درسته یا صفر یا منفیه پس میشه اینطوری تو یک سوم صفر بقیه جاها منفیه پس این هرگز مثبت نمیشه قدر مطلق با منفی که نمیتونه برابر باشه درسته فقط با چی میتونه برابر یا صفر یا مثبت پس یه جا فقط صفر میشه درسته x هم فقط یک سوم میتونه باشه x هم فقط چی میتونه باشه اشتباه نکردم من اینو اولی به تمام دو برابر اولی در دومی درسته دی یک سوم بذاریم این صفر میشه آره درسته قبول پس x رو یک سوم بذاریم قدر مطلق y منهای دو مساوی صفر میشه y مساوی دو میشه یعنی این مجموعه فقط اینه یک سوم و دو این تابع هست یا تابع نیست تابع هست مشکلی نداره بیایم سراغ دومی چی هست 4x دو بگید من 4x دو به علاوه y دو به علاوه 3 دو ایگرگه منهای 4x من ایگرگ رو یه طرف جمع بکنم ایگرگ دو منهای دو ایگرگ مساویه منفی 4x دو منهای 4x منهای 3 درست حالا این عبارت جایی صفر میشه اگه مثلا این x بذاریم صفر بشه اون موقع y براش چند تا جواب به دست میاد
دوتا جواب به دست میدی درسته؟ اینه برای دارین کجا صفر میشه بچه منه چار اکس دو منه چار اکس منه های سه چی؟ دلتاش چی هست؟ منفیه صفر نمیشه درسته؟ دلتاش میشه چند؟ 16 منهای 4 در منفی 4 در منفی 3 میشه 16 منهای 48 این عبارت چه هست؟ منفی درسته؟ حالا تو همه منفی دقت کنید من یه یک اینجا اضافه کنم میشه ایگرگ دو منهای دو ایگرگ به اضافه یک مثلا میشه منفی 4 ایکس دو منهای 4 ایکس منهای دو مشکلی که نیست این ور چی هست؟ این ور ایگرگ منهای یک به توان دو دی مساوی شده با این منفی 4 ایکس دو منهای 4 ایکس منهای دو الان این عبارت هم نگاه بکنید دلتاش منفیه عبارت همواره چی هست؟ منفیه یه توان دو با یه عبارت همواره منفی میتونه برابر باشه؟ چنین چیزی امکان پذیر؟ نیست یعنی این هیچ نقطه اینجا صدق نمیکنه هیچ نقطه اینجا صدق نمیکنه یعنی یه مجموعه توهیه مجموعه توهی تابع هست یا نه تابع هست دیگه مؤلف اول تکراری نداره پس اینم تابع هست بعدیشو دقت بکنیم بله آقا مثلا یک و توهی دو و توهی مثلا جا؟ هیچ جا هر هیچ نداری درسته گزینه سه رو میخوام بررسی بکنم x مساوی y به روی رادیکال یک منهای y دو میخوام ببینم این تابع هست یا تابع نیست درسته قبول آقا گوش میکنی اینجا هم هدف اون اینه که اگر x یه مقدار دادن برای y یه مقدار به دست میاد یا دوتا مقدار به دست میاد این رو باید بررسی بکنید درسته اولا اینجا x y هم علامتن حواستون باشه چون این که مثبته اینا با هم برابر باشن x y چی هست هم علامتن درسته حالا به توان دو برسونم ببینم که y بر اساس x به دست بیارم قبول چی میشه میشه x دو مثلا میشه y دو به روی یک منهای y دو من y رو میخوام بر اساس x به دست بیارم ببینم چه اتفاق میفته معکوس بکنم میشه یک بر x دو یک منهای y دو به روی y دو میشه یک بر x دو یک بر y دو منهای یک درسته؟ قبوله حالا نگاه کنید بچه ها این یک بیاد این ور یک بر x دو به اضافه یک میشه یک بر y دو مخرج مشترک بگیرم x2 به اضافه 1 1 بر y2 درسته پس y2 میشه x2 به روی x2 به اضافه 1 رادیکال بگیرم میشه x به روی 1 به اضافه x2 آقا چرا قدر مطلق نذاشتی؟ رادیکال x2 باید بذارید درسته؟ چرا قدر مطلق نذاشتم؟ مگه اولش نگفته بودم x y هم علامت اینجا هم هم علامتشو x یه مقدار بدید برای y چند تا مقدار به دست میاد x یه مقدار بدید برای y چند تا یه مقدار به دست میاد درسته x یه مقدار بدید برای y یه مقدار به دست میاد پس اینم تابع هست مونده یکی دیگه درسته y دو به اضافه x y مساوی x دو میخوام ببینم این تابع هست یا نه x و چهار بدید مثلا x و چهار بدید اینجا میشه y دو به اضافه 4 y
منهای 16 مساوی 0. این چند تا برای ایگرگ جواب به دست میاد؟ دلتاش مثبته. دلتاش میشه 16 درسته؟ به اضافه 4 تا 16 میشه 5 تا 16 درسته؟ قبوله؟ 80 میشه. دلتاش 80 میشه یا نه؟ دلتاش 80 میشه. میشه 4 منهای 4 به اضافه رادیکال 80 تقسیم بر 2 منهای 4 منهای رادیکال 80 تقسیم بر 2 درسته؟ یعنی x 4 باشه y میتونه این باشه، x 4 باشه y میتونه این باشه. مؤلفه اول یکسان ولی مؤلفه دوم یکسان نیست. پس این تابع نیست. پس جوابت چی میشه؟ گزینه 4. فهمیدید چطور شد آقا؟ پس هر موقع به شما گفتن که تابع بودن رو بررسی کن، باید این رو بررسی کنید که ببینید به x یه مقدار بدید، برای y چند تا مقدار به دست میاد. اگر یه دونه یا اصلا مقدار به دست نمیاد یعنی تابع هست. اگر بیشتر به دست اومد تابع نیست. درسته؟ صرفا این که ببینید آقا قدر مطلق داره بگیم این تابع هست یا تابع نیست به دردمون نمیخوره. دیدید اینجا قدر مطلق داره. درسته؟ ایگرک قدر مطلق داره ولی تابع شد. چرا؟ چون یه محدودیت ایجاد کرد که اصلا فقط یه حالت شد. دیدیم این تو دومه ایگرک توان دو داره ولی یه شرایطی داده که اصلا برای ایگرک هیچی به دست نمیاد، پس اینم تابع هست. درسته؟ تو سومی نگاه کنید، ایگرک هم توان دو داره هم زیر رادیکال رفته ولی بررسی کردیم دیدیم که به ازای یک ایکس برای ایگرک یک جواب به دست میاد، پس این هم تابع هست. درست؟ فهمیدی چطور شد؟ سوال آخر همونجا که قسمت آخرش فهمیدیم دلتاش مثبته، میتونستیم بگیم که آره دو تا جواب داره. آره نه لازم نبود. این مادره دو تا جواب داره. پس x 4 y 2 تا میشه. پس ما تابع نیست. حالا فقط اومدم من جوابارم حساب کردم. 614 ببینیم چی میگه. میگه که این عبارت ضابطه یک تابع هست. M منهای یک Y سه به اضافه دو منهای M در Y مساوی دو رادیکال X منهای این میخواد ضابطه یک تابع باشه. درسته؟ ضابطه یک تابع باشه به x که مقدار بدیم برای y باید یه مقدار به دست بیاد. درسته؟ به x که مقدار بدیم برای y باید یک مقدار به دست بیاد. درسته؟ حالا مثلا الان مثال دارم میگم x رو یه جوری بدم که اونور صفر بشه. چه اتفاق میفته؟ x رو یه جوری بدم که اون وقت صفر بشه چه اتفاق میفته؟ x رو یه مقداری میشه داد که اون وقت یک صفر بشه؟ x رو یک چهارم بدیم. درسته؟ x رو یک چهارم بدیم اون وقت صفر میشه. درسته؟ میشه از y‌اش هم فاکتور بگیرم میشه m منهای یک y دو به اضافه دوی منهای M میشده صفر. یه جوابش Y مساوی صفره، یه جواب دیگه از اینجا جواب باید به دست بیاد. درسته؟ اینجا جوابی که به دست میاد Y دو میشه این. این بره اون ور مساوی صفر قرار بدیم میشه M منهای دو به روی M منهای یک. درسته؟ قبول دارید؟ قبول دارید؟ اگر اون مثبت باشه مثلا ایگرگ دو شد پنج، ایگرگ میشه رادیکال پنج، ایگرگ میشه منفی رادیکال پنج، این موقع برای ایکس یک چهارم برای ایگرگ چند تا جواب به دست اومد؟ سه تا، صفر رادیکال پنج منفی. آیا تابع میشه؟
پس برای اینکه این اتفاق نیفته چه کار باید بکنیم؟ باید یه جواب بدیم. باید فقط همون صفر بشه. باید همون صفر بشه. یعنی این باید صفر بشه یا منفی بشه. ایگرگ دو مساوی منفی چهار باشه برای ایگرگ جوابی که به دست نمیاد. درسته؟ پس این عبارت باید کوچکتر مساوی صفر باشه. ام منهای دو به روی ام منهای یک کوچکتر مساوی صفر باشه. درسته آقا؟ قبول؟ بله. حالا این جوابش چی میشه؟ ریشش یک و دو مثبت منفی مثبت. اینجا صفره، اینجا تعریف نشده هست. درسته؟ ما میخوایم کوچکتر از صفر. پس ام تو چه فاصله باید باشه؟ ام تو چه فاصله باید باشه؟ یک تا دو. درسته؟ درست. حالا خود یک رو نگاه کنیم، بررسی بکنیم ببینیم خود یک اتفاق بیفته چی میشه. اینجا به ظاهر تعریف نشده میشه. درسته؟ اما دقت کنید یک رو بذاریم مثلا ایگرگ سه از بین میره. یک رو بذاریم مثلا ایگرگ سه از بین میره. ایگرگ تنها میمونه. ایگرگ تنها میمونه تابه هست دیگه. درسته؟ معادله یک خط میشه دیگه. درسته؟ پس یک هم قابل قبول هست. نه به خاطر اینها. یک هم چی هست؟ قابل قبول هست. جواب تست کجا میشه؟ گزینه چهار. بله. اینو مساوی صفر قرار داده. ام منهای یک ایگرگ دو به اضافه دوی منهای ام مساوی صفر. این تشریفش رو ببره اون ور میشه ام منهای یک ایگرگ دو مساوی میشه ام منهای دو. ام اگه مخالف یک باشه میتونم تقسیم بکنم. درسته؟ پس ایگرگ دو مساوی ام منهای دو بروی ام منهای یک به شرط ام مخالف یک. درسته؟ حالا این اگه مثبت باشه دو تا جواب به دست میاد برای ایگرگ. درسته؟ مثلا اگه کل این نتیجهش 6 باشه ایگرگ میشه رادیکال 6 منفی رادیکال 6. برای ایکس یه مقدار داشتیم اما برای ایگرگ سه تا مقدار شد. به دردمون نمیخوره که. درسته؟ پس این نباید مثبت باشه، یا صفر باشه یا منفی باشه. پس این عبارت باید کوچکتر مساوی صفر باشه. درسته؟ وقتی کوچکتر مساوی صفر شد حل کردیم. آقا اینجا یکش یک رو باید جداگانه بررسی کنیم. وقتی که ام و یک میذاریم این رابطه میشه ایگرگ سه که میره میشه ایگرگ مساوی دو رادیکال ایکس منهای یک. دو رادیکال ایکس منهای یک تابع هست، پس مشکل پیش نمیاد. پس ام مساوی یک قابل قبول هست. فهمیدی چطور شد؟ چه؟ چرا؟ خیلی راحت نیست جا بزرش. چه استر بی ای پی ها؟ چه؟ نه هیچ جاوش نیست. تستر بی ای پی ها شش فرابی کنیم جا بزرش. 615 کسی هست نفهمیده باشه 614 615 چی خواسته؟ گفته اف ایکس مساویه 6 تا اف ایکس منهای 2 به اضافه اف ایکس منهای 1. درست. اف 1 شده، اف 2 شده، F4 رو خواست. چه کنیم؟ F1 رو یاد بودیم. یه چهار بینیم. یه F2 رو میخوایم که تا یه F3 بدیم. با F1 رو به دست میاد. چهار بدیم ببینیم چی میشه بچه ها. F4 مثلا 6 تا F2 به اضافه F3. F2 رو داده اما F3 مشکل داریم. درسته؟ میخوام F3 رو پیدا بکنم. X رو 3 بدم میشه F3 میشه 6 تا
اف یک به اضافه اف دو. بچه همش مشخصه ده. اف یک چند داده؟ یک. میشه شیش به علاوه دو. میشه هشت. درسته؟ حالا بیم اینجا جاگذاری کنیم. شیش تا اف دو. دوازده. به اضافه اف سه. هشت. میشه بیست. کدوم گزینه میشه؟ دو. گزینه دو. 616 fx به اضافه x f منفی x شده x دو. قبول آقا؟ f دو را خواسته. x دو بدیم چی میشه؟ 4 میشه f دو به اضافه دو تا f منفی دو مساوی 5. آقا اف منفی دو مزاحمه، درسته؟ این دفعه ایکس منفی دو بدم چی میشه؟ اف منفی دو منه دو تا اف دو مساوی 5. اینجا رو نگاه کنیم بچه ها، دو مدل دو مچول رو دیگه، درسته؟ قبوله؟ اف منفی دو مزاحمه، اونو باید از بین ببریم. اف منفی دو چی هست؟ مزاحمه. چه؟ آره دیگه. اینجا اف منفی دو دو تا اف دو علاوه 5. بیار اینجا جاگذاری کن. اف دو به اضافه 4 تا اف دو به علاوه 10 مساوی 5 شده. 5 تا اف دو مساوی منفی 5. اف دو چند میشه؟ منفی 1. گزینه چند میشه؟ گزینه 1. این دو اف دو و اف منفی دو مجهول هستند، درسته؟ دو معادل دو مجهول بگیر. سن یه لحظه اینطوری حل کن. اف دو رو بگیر x، اف دو رو بگیر آ، اف منفی دو رو بگیر بی. این معادله میشه آ به اضافه دو بی مساوی 5، درسته؟ بی منهای دو آ مساوی 5، درسته؟ دو معادله دو مجهوله. بی رو میخوای حذف کنه، آ رو پیدا بکنه، درسته؟ پایینی رو در دو منفی دو ضرب بکن، این میشه 4، این هم میشه منفی ده، درسته؟ با هم جمع بکن، 5 آ مساوی منفی ده، 5 آ میشه منفی ده.